خب دوستان، مرحله چهارم میایم. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. یه روز دیگه و یه ویدیوی آموزشی دیگه براتون دارم دوستان. امروز موضوع ویدیومون اینه که ما میخواییم بالای این پنجره هال رو براتون نقش بگیریم و اینجا نگاه کنید که سرامیکه و سرامیک رو تقریبا 8 سانت آورده بیرون. اون طرف گچمون هم تقریبا 2 سانته بلوکمون. ما باید گچمون رو هم سطح این سرامیک بکنیم و بریم برای آموزش. خب دوستان، اول از همه مرحله یک ما میایم مترمون رو میگیریم روی لبه سرامیک. لبه سرامیک رو متر میکنیم، پس من هسته 7.5 سانت. بعدش میایم اونجا 7.5 سانت متر میگیریم که گچخارش چقدر میشه. تقریبا 4 سانت گچخار داره که باید این گچخار رو ما باید بندازیم، چون این سرامیک رو بنده خدا خیلی آورده بیرون. ما باید بالای این پنجره خورده گچخارش رو بیشتر کنیم. اول از همه ما میریم سراغ کرم زدنش دوستان. طبق معمول دوستان، ما گچ رو از قبل ساختیم و گچمون باید، چون اینجور مواقع ما از قبل زیرکار رو کار کردیم و گذاشتیم زیرکارمون خشک بشه، ما باید حتما گچی که روی این بالای پنجره کار میکنیم سفت باشه، چون بعدا باعث تو کشیدن یا ترکیدن نشه دوستان. حتما به این نکته توجه کنید دوستان که حتما باید گچی بالای پنجرمون یا جاهایی رو که ایست داریم زیرکار میندازیم بعدش میخوایم رو کار بندازیم حتما باید سفت باشه. دوستان به این شکل یک کروم اینجا ایجاد کردیم، چون پهنای پنجرمون تقریبا یه چیزی تقریبا 2.5 متر، شمشمون هم باید 2.5 متر باشه دیل برای این نقش که میخواییم بگیریم. و اگر شمشه کوتاه‌تر هم که داشتیم، شما باید کرومتون رو یک خورده این ورتر بگیریم که شمشتون برسید. خورده گشت رو لبدار میزنیم دوستان، که موقعی که صفر شد ما باید صاف این لبه پنجره بگیریم، نه باید گونجاش به هم بخوره. اگه گونجاش به هم بخوره زشت میشه پنجره. و یک کرم هم دوستان این شکل اینجا میگیریم. مرحله سوم اینه که ما باید این گچی اضافیمون رو که ساختیم، چون گچخار بالای پنجره زیاده، گچ اضافیمون رو میکشیم بالای پنجره، هم برای پر کردن دهانش کمک میکنه و هم گچمون دور ریخته میشه. اینجور مواقع دوستان اگه بالای پنجرمون گچخارش کمه، ما میتونیم از کمی از گچ کمتر استفاده کنیم، گچمون اضافه نیاد. ولی اینجا که گچخارش اضافه مشکلی نداره، اگه استعمالتون پر هم باشه میتونید شما کار کنید دوستان.
دوستان به این شکل مانمون رو دنیا میگیریم و این کارمون رو دنیا میتراشیم. عزیزم اگر تو اینجای ویدیو اومدید و از ویدیو خوشتون اومده و اگر بخواید از من حمایت کنید لطفا دکمه لایک و سابسکرایب رو بذارید، همین الان خوشحال میشم. خب دوستان مرحله چهارم میایید سراغ دو تا میلگردمون و شمشه دونیم بسیمون. شمشمون رو با بیتون میگر میچست کنیم که آماده گشت کردن میشه. همچنان دوستان مشاهده میفرمایید محمد رو شما میزنیم طرفش 7.5 شد. و میریم سراغ مرحله پنجم، سراغ گچ کردن لبه شمشم. گچ میکنیم، این کم گچ رو با فشارتر میزنیم که گچ هایی که تا آخر باید بره جلویش باز بشه و بره داخلتر. و مرحله ششم دوستان ما میاییم با تراز این کروم رو تراز میکنیم با لبه پای شمشه و یک کروم هم از روی این لبه سرامیک میگیریم تا این بالا و یک دهانه ایجاد میشه با شمشه جامد شما میتونید پر کنید. خب دوستان ما این کروم رو از قبل زدیم و این کرومون ترازه به نظر میرسه، یک کم گچ میخواد دوستان، تقریبا 2-3 میل گچ. ما موقع شمشه کشی دوستان روی این کرومون 1-2 میل یا 3 میل گچ میدادیم کرومون تراز در میاد. اگر دوستان ترازهای کوتاه‌تر دارید از این شما میتونید یه شمشه بذارید روی این کروم و ترازتون رو روی شمشه به این شکل بذارید و کرومتون رو دوستان تراز کنید. حالا کرومتون رو دوستان تراز شد، مرحله هفتم میریم دوستان بین این دهانه کروم رو و بالای این لبه کاشی رو یک کروم میریم. باشه که از گچ سفتر برای گرفتن این کروم ها استفاده کنید، چون زمانی که ما میخواییم شمشه بکشیم
اگه یکی شل باشه یا کمای باشه باز میشه کروم تراشیده بشه. کرومون تراس شد، من بریم شوشکش رو کرومون رو انجام بدیم. این شکل کنم خب دوستای عزیزم، میریم برای مرحله هشتم که میشه این دهان پر کردن این بالای نبشمون. خب دوستان گشمون رو به این شکل روی ماده میذاریم و ته ماده مون باید به این شکل بخوره بالای لبه شمشمون و بالای ماده رو به این شکل میکنیم داخل و یک بار به این شکل دوباره از این بر و حواستون باشه که روی کرممون گچ نیاد. سوراخ‌های بالای سقفمون رو که میشه قسمت دیوار باید به این شکل روی مالامون گچ بندازیم و بکشیم تا آخر که سوراخ‌هاش باز بشه. و حواستون باشه که روی سقفمون اگه مقداری گچ میافته همون لحظه اون مقدار گچ رو پاک کنیم، چون بدن سفت میشه و باعث یک دیوجه بد میشه. این شکل دوستان وقتی که ما داریم مایه میکشیم گشمون اول بار کمی شل است و آماده نیست، خیلی خودش رو نگرفته، ما به این شکل لبدار گشمون رو میزنیم و وقتی که گشمون کمی سفتر شد نیازی نیست که لبدار بزنیم به این شکل، چون گچ منصفه باعث رخت‌ریز نمیشه. شاید مداری از گچمون اضافه بیاد و نخواهیشون گچمون بریده. از جاهای خالی مونده رو مدرس رو دوستان
الان این برای کارمون هم به همین شکل. دوستان عزیزم اگر میخواهید گچکاری رو با آخر یاد بگیرید و یک استاد کامل بشید، حتما به این نکته هایی که من میگم توجه کنید و عضو کانال ما بشید. برین تک تک ویدیوهایی که من از قبل گذاشتم رو چک کنید و ببینید که به چه شکلی ما اومدیم جلو. امیدوارم که اطلاعاتتون از گچکاری زیاد بشه و شما هم روزی بتونید کار تحویل بدید. گچکاری یه چیزی هست دوستان که نمیشه بگید توی یک ماه یا دو ماه یاد میگیرید. راهی بسیار درازی داره. هر چی بخوای پیشرفت کنی مدرتر میشه و طرحهای بیشتر و جدیدتری توی بازار میاد. با ما مرحله به مرحله پله به پله باید این راه رو طی کنیم با هم دیگه. از درآمد خوب این کار بهره‌مند بشه عزیزای دلم. خب عزیزان، اینجا کارمون با شمشه به پایان رسید و میاییم با مالمون دوستان اینجا کاره دیوارمون رو میتراشیم به این شکل. خب دوستان، این کنجکار کارمون رو هم با ماله در میاریم. حتما حواستون باشه دوستای عزیزم که ما میخواییم اگر کنجکار بسیار تمیز و دقیق داشته باشیم حتما از یک ماله گونیا استفاده کنیم. این کنجهای مالمون گونیا باشه که کنجهای کارمون هم تر و تمیز باشه. وقتی که ما داریم این کنج رو تا آخر دوستان میتراشیم و درش میتراشیم، و یه نکته دیگه هم بهتون میگم که اگر میخواهید کنجهاتون تر و تمیز و دقیق در بیاد و تیز در بیاد، صاحبکار بیاد از راه و کنجکارتون رو ببینه و از کارتون پسند کنه، میایم مالم رو دوستم این شکل یکی دوبار میکشیم و اینجوری هم موجهاش رو میتراشیم، هم از دیوار و هم از سخت. زمانی که سختمون هم شده، من توی زیرکار که وقتی سختمون خوش بوده من موجهاش رو تراشیدم و مالمون رو به این شکل دوستان نه خوابیده توی سخت نه و نه توی دیوار باشه. به این شکل دوستان میبینید که من از سخت 4-5 سان مالمون رو کشیدم پایین و یک خط بسیار ظریفی از اون آخر میکشیم، میاییم تا این ور دیوار دوستان. خب دوستان، مشاهده بفرمایید که ما این کنجمون رو به همون شکل یک خطی انداختیم و قشنگ مشاهده بکنید که چقدر این کنج خوشگل شده و دلبری میکنه. خب
سال. امیدوارم که از این کارمون خوشتون اومده باشه و میاییم مرحله آخر دوستان، شمشمون رو هم در میاریم. اگر زیر شمشمون سوراخی آب و بابی مونده، دوباره با گچ پر میکنیم. شما رو به علای بزرگ میسپارم. خدا میکنم.